به نام خدا سلام میکنم به شما توی سینمایی های عزیز. من طه مجیدی ام. امروز 24 آذر ماه سال 97. موضوع امروز برنامه‌مون فریب 20%. های روحانی گفتن که اگر FATF تصویب بشه 20% قیمت ها کاهش پیدا میکنه. واکنش توییتری ها رو ببینیم. محمد حسین مددی نوشته وعده ارزانی 20% با FATF پس از گرانی 300% برجام، عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. حرف جالبی زد. فاطمه صالحی نوشته آقای لاریجانی رئیس قوه مقننه، حداقل انتظار از کسی که قانون وضع میکند این است که خودش قانون را دور نزند. این نظر فاطمه صالحی. گلستانی نوشته آقایی که از وعده حل شدن تمام مشکلات با برجام رسیدی به وعده 20%، صبح شما هم بخیر. این هشتگ صبح شما هم بخیر حتما دیدید توی توییتر. حجت فقیه عکس آقای ظریف رو گذاشته توی سه تا دوران مختلف، نوشته یک دیپلمات 3 توافق 3 شکست، ایران 3 بار توافق ناموفق داشته و هر بار یک تیم ثابت ایرانی با یک تیم جدید غربی مذاکره کرده. اینم نظر آقای حجت فقیه. چراغعلی نوشته در اقتصاد ایران که در یک لحظه همه چیز بی دلیل 200% گران می شود، کدام عقل سلیمی به خاطر 20% ارزان‌تر شدن قیمت‌ها بر فرض صحت زیر بار این همه تعهد خارجی و پرهزینه می رود؟ سوالی است. تاراج نوشته بسیاری از کشورهای عضو FATF در مسیر پولشویی قرار دارند و پولشویی را تسهیل می کنند و حتی به مجرمینی که اقدام به سرقت و یا قاچاق و یا اختلاس میلیاردها دلار از اموال مردم ایران و دیگر کشورها می کنند پناه می دهند. پرنیسا نوشته اگه FATF تصویب بشه همه چی 20% ارزون می شه. با عکس DB که همه چی برعکس می گفته. مشتبه نوشته رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان، من به افراد که نگاه میکنم در واقع میبینم که چقدر به حال اسلام منفعت دارن و چقدر ضرر دارن. اگر منفعتشان چربید به همان میزان منفعت با آنها توجه میکنن. جناب لاریجانی و روحانی، منفعت FATF برای انقلاب اسلام چقدر است؟ اما خواهید توییت و ترنت ها رو ببینید. اللهم اجل ولی اکل فرج بالاست. بعد موضوع برنامه ماست فریب 20%. احمدی نژاد، رضا پهلوی، رائفی پور، جن خوب، چالش توهین به رهبری، توهین به رهبری، رحیم پور ازغدی، ظریف و علامه جل ولی که فرجی. یه جور دیگه. خیلی ممنون که امروز هم با ما بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.